بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث ARDS به لکچر 13 هم، امروز با شما در لکچر 14 هم بحث تشخیص و تشخیص تفریقی و تداوی ARDS با پروگنز یا انذاری رو مطالعه میکنیم. به صورت جنبندی خلاصه، خود ARDS با معیارها یا با کرایتریای زیل تشخیص میشه. اول امو آنست رسپایرتوری دسترس که خیلی سری باشه، معمولا به طرف عدم کفایت تنفسی پیشرفت میکنه و در طی 7 روز بدون یک به اصطلاح دلیل کلینیکی شناخته شده میتونه بروز کنه. جدید ارتشاهاتی و در رادیوگرافی صدر دو طرفیه و هیچ ارتباطی با ایفوجن پلورو، اتلکتازی و ندول های ریه نداره، یعنی متفاوت از اونا میباشه. همچنین عدم کفایت تنفسی ناشی از این مرض کاملا ارتباط به هارت فیلیر یا عدم کفایت قلبی یا افزایش حجم مایعات نداره. اکسیژنشن مختل نسبت اکسیژن خون شریانی یا مو PaO2 تقسیم میزان FiO2 یا مو فیصدی اکسیژن هوای شیقی کمتر از 300 میلی متر ستون سیماب می باشه، که باز کمتر از 200 و کمتر از 100 مراحل متوسط و شدید از او نشان میدم. شما در این شکل یک چست ایکس ری می بینیم از یک بیماری که در مرحله اگزوداتیو ARDS قرار داره. دو طرفه ارتشاهات سفید رنگ در هر دو ریه دیده میشه، تقریبا ساحه سیاه یا هوا بسیار معدوم و زیر اثر قرار گرفته. در این مرحله مشکله که با یک ایکس ری ساده ما ARDS را از عدم کفایی حاد بطین چپ قلبم تشخیص تفریقی کنیم، ولی خب تاریخچه گرفتن و سایر نشانه ها کمک میکنه. در تشخیص تفریقی باید ARDS با اوزایمای قلبی ریوی یا مو پولمونری ادیمای ناشی از امراض قلبی فرق بدیم. با نمونیای منتشر باید تشخیص تفریقی کنیم. با الیولر هموراج یا خونریزی یا نزف سنخی یا الویولی باید تشخیص تفریقی کنیم. با انواع پنومونیت ها، پنومونیت یا پنومونایتیس به التهاب نسجریه میگن، غیر از پنومونیا چون ایتیایتیس اکثرا علت از اون میتونه امراض معافیتی، امراض ناشی از تشعشع و سایر امراض باشه، پنومونیت ناشی از افزایش حساسیت و نمونیت ناشی از تشعشع، اینا میتونم یک طرح کثافت یا اوپاسیتی های منتشر دو طرفه در ریا ایجاد کنن که شاید تشخیص از او با ARDS یک اندازه مغالطه بشه. خب تداوی ARDS بستگی داره به علت اساسی از او. من برای مراقبت از بیمارای ARDS چند مورد با ما مد نظر بگیریم. اول شناسایی کنیم اختلالات داخله و اختلالات جراحی زمینه ای که باعث ARDS شده چه کنیم، شناسایی کنیم. مثلا اگر سپسیس، اگر سوختگی، اگر تروما، اگر هر چی از شناسایی شه و تداوی شه. چون تا زمانی که عامل سببی شناسایی و تداوی نشه ARDS خوب نمیشه. یک. دوم پروسیجرهایی که برو مریض انجام میشه، دستکاری ها، جراحی ها، اینا سعیشه که به حداقل رسانده بشه بالای مریض. مریض چون محکوم به بستر و افتیدیه، به خطر ترومبوامبولی ریوی قرار داره، به خطر خونریزی گاستروانتستینال به خاطر استرس قرار داره، به خطر اسپایریشن یا مو انشاق معتویات معدوی به ریه ها قرار داره و به خطر انتان قرار داره که بعد ما از این ریسک ها پیشگیری کنیم. انتانات شفاخانه ای در این مریضا بسیار معموله. نمونی های ناشی از شفاخانه در فیصدی بلند نزد این مریضا ایجاد میشه که بعد سری شناسایی شه و درمان شه و تغذیه از این بیمارا ارزش داره که بعد تغذیه مناسب و کافی اینا اخذ کنن. خب در ARDS لوحه کلینیکی واضح و مشخص مریض هایپوکسیمیا یا کاهش اکسیژن خون شریانیه. برای تداوی کاهش اکسیژن خون شریانی ما نیاز داریم که این مریضا تراخیال انتیوبیشن، یعنی انداختن تیوب تنفسی در تراخیا انجام دهیم. شاید لازم شه که اینا ونتیلیشن کنیم، یعنی تهویه کنیم خود دستگاه تهویه میخانیکی با فشار مثبت، یعنی به زور برای اینا با فشار مثبت در صفحه شهیق و زفیر هوا بدیم، طوری که امی پوزیتیو پرشر میکانیکال ونتیلیشن یا PPMV ما اهداف زیل برآورده کنه. فشار قسمی اکسیژن خون شیرانی بالاتر از 60 نگاه داره.
همی فشار مثبت تهوی میخانیکی ما سچورشن یا اشبای اکسیژن خون شیرانی بالاتر از 90% نگاه داره و اف آی او دو یا امو فیصدی اکسیژن در هوای شهگیر به کمتر از 60% نگه داره، بالاتر نباشه. شما دقت کنید این عکس گوشه سمت چپ تصویر امو تراخیال انتوبیشن رو شما نشون میده و این دستگاه همو میکانیکال ونتیلیشن تابع میخانیکی که برای مریض به صورت فشار مثبت برای بیمار هوا میده و شیق و زفیر در حقیقت این دستگاه انجام میده. خب پس منیجمنت ابتدایی ARDS است، همون منیجمنت هایپوکسی بود که همون شرایط صورت میگرفت. تنها مسئله هایپوکسی نیه، باید چند چیز کنترل کنیم در تداوی ARDS. اول کوشش کنیم که در اولین اقدام انمو والیوم پریشر لیمیتد ونتیلیشن شروع کنیم، تهویه ای که محدود به حجم فشار باشه، داری که حجم تایدل یا حجم جاری در ریا کمتر مثلا به 6 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن بدن باشه، فشار پلاتیو یا فشار صفحه متعادل و صفحه نرم تنفسی کمتر از 30 سانتی متر آب باشه و سرعت تنفس یا ریسپایرتوری ریت کمتر مثلا به 35 بار در دقیقه باشه. البته بعض از این اصطلاحات به روی دستگاه تهویه میخانیکی یا ونتیلاتور تنظیم میشه، حالا گپای فوق تخصصی و مطرح بحث ما و شما نیه، ولی باید سرعت تنفس مریض زیاد نباشه و از 35 کاهش داده شه. اف آی او دو یا همو فیصدی اکسیژن در هوای شیقی گفتیم کمتر از به 60% یا همو 0.6 باشه، درجه اشبای اکسیژن شریانی یا همو اس او دو باید از 85% تا 95% یا 88 تا 95% که معمولا میگم بالاتر از 90% تنظیم شه. باید خطر اسیدوز رو به حداقل برسونیم، یعنی پی اچ خون در محدودی بالاتر مثلا به 7.3 نگاه داریم و ریت تنفس رو هم نگذاریم که بیش از 35 و کمتر از 35 نگاه داریم. دیورز یا کارکرد کلیه و ادرار مریض رو چک کنیم و تأمین کنیم، طوری که مین آرتریال پرشر یا فشار متوسط شریانی باید از 65 میلی سیماب مساوی یا بلندتر باشه، نگذاریم مریض هایپوتنشن شه، نگذاریم به شاک بره و از هایپو پرفیوژن یا همون کاهش اروا یا کاهش خونرسانی به اعضای حیاتی جلوگیری کنیم. اینا اهداف اولیه که در منیجمنت ARDS شامل می باشه. خب انمی پوزیتیف اند اکسپایرتوری پرشر یا پیپ پوزیتیف این اکسپایرتوری پرشر یا پیپ مانوریه که با فشار مثبت برای مریض تهویه صورت میگیره و هوا برش داده میشه. هدف از استفاده از پیپ اینه که ما فشار مجرای هوایی رفزایش بدیم و اکسیژن به ریه ها برسانیم، اما باید طوری کار انجام دیم که توازن بین همی کار ما انجام باشه، به این معنا که فشار مجرای هوایی خیلی زیاد نشه و دهانه قلبی و مصرف اکسیژن هم کم نشه. چون با استفاده دوامدار از پوزیتیف ان اکسپایرتوری پرشر یا پیپ، دهانه قلبی یا آوتپوت قلبی یا همون میزان خونی که در هر دقیقه از قلب خارج میشه کم میشه، و وقتی که آوتپوت قلبی کم میشه ما میتونیم دو کار کنیم، یا از دواهای انوتروپ مثبت مثل نور اپینفرین که قدرت پمپ قلب زیاد میکنه استفاده کنیم که دهانه قلبی رفزایش ده، یا هم شاید مریض دچار کاهش حجم مایعات شده باشه، یعنی حجم مایعات داخل دوران از او کم شده باشه، او اخبار از مایعات کریستالوئید استفاده بشه مثل سرم فیزیولوژی و سرم سدیم کلراید در قدم 0.9% یا 0.45% و امثال هم. این مایعات میتونن باعث نمو حفظ حجم داخل وعی بشن و دوای انوتروب مثبت هم میتونن به این هدف استفاده بشه. خب نکته مهم اینه که مریضایی که ضرورت دارن مایع بگیرن، گرفتن مایع بیش از حد میتونه باعث اورلود یا افزایش مایعات و بار اضافی روی قلب بشه. به این خاطر ممکنه که عزیمای ریه به اصطلاح وخیمتر کنه. از این خاطر قبل از تطبیق مایعات باید ما همو پولمونری، کپیلری، ویج پرشر یا پی سی دبلیو پی جدا مانیتورینگ کنیم. از طریق همو کاتتر سوانگاز گفتیم با کمک یک کاتتر که در ورید جوگولر و از اونجی به دهلیز و بطن راست به شریان ریه تطبیق میشه، میتونیم ما ای پولمونری کپیلری پرشر را اندازه گیری کنیم. اگر ای پولمونری کپیلری ویج پرشر بالا باشه، باید ما برای مریضا کاری کنیم که ویچ پرشر به سطح پایین نگه داریم و از عزیمای ریه جلوگیری کنیم.
اگه بهش پرشای بلند بود میتونیم با دادن دواهای دیورتیک یا ادرارآور حجم داخل بعیر کم کنیم و باعث شیم که اوضاع مایریه بدتر نشه. شاید مریضا انیمی باشن یا کمخون باشن، و من در مریضایی که انیمی کن هموگلوبین خون از اونا پایینه، مصرف اکسیژن زیاد میشه و مجبوریم اکسیژن اضافی بدیم. برعکس بعضی از حالتها مصرف اکسیژن کم میکنه، مثلا دادن آرام بخشا برای مریضا، دادن انالجزیکا، دادن دواهای ضد تب، اینا باز نیاز به مصرف اکسیژن کاهش میده که اینا مگر مد نظر باشه. خلاصه ای که هدف از مایع دادن برای مریضای ARDS اینه که مو پولمونری کاپیلری ویج پرشر به سطح پایین نگه داشته شه و دهانه قلبی هم حفظ بشه، نه دهانه قلبی پایین بیایه نه پولمونری کاپیلری ویج پرشر بالا بره، که هر دو تا برای مریض میتونه مخاطره آمیز باز باشه. خب بحث دیگه که وجود داره توصیه کورتیکواستروئید های، که کورتیکواستروئید ها فکر میشد که در 2 هفته یا در روزهای اول ARDS برای مریضا نتایج معمولا قناعت بخش داشته باشه، منتها به صورت روتین از کورتیکواستروئید ها استفاده نمیشه. به این جدول شما نگاه کنیم، در این جدول مشخص شده که کدوت دوی ها برای مریضای ARDS اولویت داره و کدونا کمتر و کدونا باز میتونه بیفایده باشه. حرف A به این معنیه که تداوی که توصیه شده به اساس شواهد کلینیکی قوی از کارآزمایی‌ها و تجربه‌های ثابت شده، یعنی A به این معنی که همین درمان بسیار ضروریه و تجربه همین ثابت کرده. اگر شماره یک تداوی B باشه به این معنی که درمان توصیه شده به اساس اطلاعات کلینیکی است، منتها محدود، حمایت کلینیکی کمتر داره، چاید برای مریضا کمتر انجام شده باشه و امثال هم. بحث دیگه بحث C C به این معنی که شواهد غیر قطعی وجود داره از مؤثر بودن این تداوی، فقط به عنوان درمان جایگزین یا درمان آلترناتیو توصیه میشه. و دی به این معنی که دیگه درمان امروزه به اساس شواهدی که وجود داره توصیه نمیشه و از مد برفته و از کار افتاده. در قسمت میکانیکل ونتیلیشن تعبیه میخانیکی که چند بخش داره، خود تعبیه میخانیکی یک کتابیه دوستا و کار فوق تخصصیه، مشخصه که باید تایدل والیوم یا حجم جاری از این مریضا کم باشه. این دیگه ثابت شده و در گرد ای قرار داره، به این معنی که تجارب متعدد اهمیت و فایده از این ثابت کرده. لو تایدل والیوم، تایدل والیوم کم، تایدل والیوم یا حجم جاری همون میزان هوایی که در جریان یک شقیق و زفیر طبیعی بین ریه ها و هوا تبادله میشه. 500 میلی لیتر حجم اینه، در این مریضا ما کمتر میکنیم، دستگاه پیش مانه خود ما میتونیم تایدل والیوم 200 250 یا 300 تنظیم کنیم و لو تایدل والیوم توصیه جدی شده. مینیمایز لفت اتریال فیلینگ پرشر، کم کردن یا به حداقل رساندن فشار پرشدگی دهلیز چپ که معمولا به اساس اطلاعات برلینی توصیه شده، منتها حمایت کمتر داره. های پی ای پی یا مو فشار بلند اندکسپایرتوری یا اوپن لنگ که ریر باز کنیم، این حمایت کمی داره. پرومپوزیشن یعنی این وضعیت که بیمار انتوبیشن بشه و به وضعیت پرون قرار بگیره، این خود از این وضعیت پرون توصیه میشه، چون در وضعیت پرون عملکرد ریه ها بهتر میشه. ثابت شده که مریضایی که پرومپوزیشن قرار میگیرن اینا اکسیژن رسانی بهتر میشه به این مریضا، و کارآزمایی های کلینیکی ثابت کرده که خون رسه اکسیژن رسانی شیرینی با این وضعیت بهبود کسب میکنه. و دیگه تداوی ها که تداوی ونتیلیشن با فرکانسی بالایی که این فعلا امروزه توصیه نمیشه، اکمو یا اکسترا کورپوریال ممبران اکسیژنیشن، اکسترا کورپوریال ممبران اکسیژنیشن. اکمو یک روند تداوی بسیار پیشرفته و جدیده، طرح کلی از همین قسمه، از طریق یک ورید مثل ورید فیمورال از مریض خون میگیرم و از طریق یک شریان مثل شریان جوگولر برای مریض پس دوباره خون میدم. در این وسط خون در یک دستگاه که مثل یک قلب و ریه کار میکنه تصفیه میشه، کاربون دی اکساید خون بیرون میشه، اکسیژن خون اخذ میشه. اکسترا کورپوریال یعنی خارج جسمه، همین دستگاه، همین قلب و ریه اکسترا به خارج از بدن مریض و در اونجی کار میکنه، این دیالیز که مریضای کلیه
دیالیز میشه، اما گرده در بیرون در حقیقت بلونک دستگاه کار میکنه. اینجا قلب و ریه بلونک دستگاه در محیط بیرون هست و از یک مسیر از مریض خون گرفته میشه، او خون اکسیژن دار میشه، کاربون دای اکساید هم بیرون میشه، پس دوباره باز برای مریض هم خون داده میشه. یعنی بیشتر شما دقت کنید، معمولا از ورید فمورال میگیرم خونر و از شریان فمورال پس خونر پس میدم و به این ترتیب خون تصفیه میشه از طریق اکسترا کورپوریال ممبران اکسیژنیشن که توصیه ازی به گرد بی قرار داره، شواهد کلینیکی حمایت میکنه ولی به اندازه محدود از موثر بودن از این. ایرلی نیورو ماسکولار بلاکت یا مو بلاک عصبی عضلی عضلات تنفسی میگیرن فلج میکنن که مریض زیاد به تلاش تنفسی نباشه، کار تنفسی کم شه، چون مریض خب ونتیلاتور بسته، تعبیه طریق ونتیلاتور میشه، نیازی نیست که او نفس بکشه. میگیرن دوای شل کننده عصبی عضلی مثل مثلا سوکسنکولین یا امثال اون برای مریض زرق میکنن که این هم شواهد کارازمایی بیمه که گلوکورتیکوید تریتمنت یا تداعی با گلوکورتیکوید ها امروزه دیگه توصیه نمیشه و مؤثریت ثابت نشده. وازودایلاتورها یا توسط دهندهای انشعقی مثل نایتروس اکساید یا ایپوپروستول ای هم در کتگوری سی قرار داره، وقت توصیه میشه که دیگه درمان وجود نداشته باشه و شواهدی و غیر قطعیه. و دادن سرفکتان تو دیگه دواهای آنتی انفلاماتوری مثل انسید ها هم امروزه مؤثر ثابت نشده و در کتگوری دی قرار میگیره. خب پروگنوز یا انظار ARDS متاسفانه خیلی خوب نیه و فیاد در این مریضا تقریبا 30 تا 40% از 100 مریض امکان داره 40 مریض فوت کنه، بخصوص اگر ARDS خود سپسیس همراه باشه 90% مریضا احتمال فوت اینا وجود داره. اسباب عمده مرگ و میر بیشتر اما مریضی زمینه قبلی از اونها مثلا سپسیس بوده باشه یا تروما بوده باشه یا سوختگی بوده باشه یا بیماری قلبی بوده باشه و اختلالات سکندری یا ثانویه که بعداً به اثر ARDS اتفاق میفته، مثلا کلیه از کار میفته، کبد از کار میفته و امثال هم. در مریضایی که خیلی وخیمم متوسط توقع حیات ما در اون مریضای ARDS تقریبا 2 هفته بیشتر نیه. در بعضی از بیمارا با وجودی که شفایاب هم میشم ابنورمالیتی ها یا اختلالات یا مشکلات در انتشار گازا در اکسیژن رسانی و در میکانیزم های ریه ابنورمالیتی ها ممکنه که دوام پیدا کنه و بعض از این مریض هم نیازمند تهوی میخنیکی یا نیازمند اکسیژن متممه برای ادامه حیات هم حتی ممکنه که باشه. خب بحث ARDS به منجی ختمه، سوالات خورم مطرح کنین، انشاءالله در اسرع وقت به اونا پاسخ داده میشه. در لکچر بعدی با شما موضوع ریسپایریتوری فیلر یا عدم کفایت تنفسی انشاءالله مطالعه میکنین. موفق باشین، خدا نگهدار شما.